ملا فیز محمد کاتیب تاریخ نگار مشهور افغانستان در اوایل قرن بیستومی میلادی بود. کاتی پیشنهاد رسمی شدن مذهب تشیع را در لویه جرگه پغمان در سال 1922 میلادی مطرح کرد. الغای حکمی بردگی هزاره های شیعه توسط امان الله خان را نیز ناشی از نفوذ وی دانستند. از کاتی به عنوان علامه و پدر تاریخ نگاری افغانستان یاد شده است. کاتیب از پیشگامان نهزتی مشروط خواهی اول در افغانستان بوده و 28 سال در دربار امیر عبدالرحمن و امیر حبیب الله به عنوان منشی کار کرده است. وی پنج سال فعالیت تحقیقی و نگارشی داشته و سراج تواریخ و توفت الحبیب از آثار مشهوری او است. کاتیب در سراج و تواریخ ماهیت حکمرانی و استبداد امیر عبدالرحمن مخصن در پاکسازی قومی هزارهای شیعه را به تصویر کشیده است. ترجمه انگلیسی این اثر ارزشمند تنها در سالهای 2013 تا 2016 میلادی 16 بار تجدید چاپ شده است. پس برویم تا به تفصیل در مورد فیض محمد کاتیب بپردازیم. سلام به چینل کاتی پادکست خوش آمدید این ویدیو به مولا فیض محمد کاتی پدر تاریخ نگاری افغانستان اختصاص یافته است شاید بعد از دیدن این ویدیو شما نیز متوجه شوید که چرا ما اسم این چینل را کاتی پادکست انتخاب کرده ایم و عزیزانی که در چینل ما جدید هستند ملاحظه فرمایند که این چینل در موضوعات اجتماعی و تاریخی فعالیت می کند. و اگر شما نیز علاقه‌مند این موضوعات هستید پس لطفاً چنل ما را سابسکرایب کنید به گفته کازیم یزدانی نگار افغان ملا فیض محمد مشهور به کاتیب و هزاره به سال 1279 هجری قمری و یا 1863 میلادی در دهکده به نام زرسنگ واقع در قرباغ غزنی چشم به جهان گشوده است. از تحصیلات کاتیب چندان طلاعی موسقی در دست نیست همین قدر معلوم است که بعد از آموزش مقدماتی و محلی سپاری نجف می گردد و مدتی در آنجا به تحصیل پرداخته سپس به شهر لاهور می رود که آن وقت پاکستان نبوده یعنی در هین به تحصیلاتش ادامه می دهد. در کابل و قندهار هم به تحصیل پرداخته است. تحصیل کاتیب به صورت مسلسل و روی یک رشته خاصی تحت نظر استادان مشخص صورت نگرفته بنا آن چنین به نظر میرسد که کاتیب از استعدادی سرشار برخوردار بوده است و آنچه را آموخته از تلاش جدیت و مطالعه و مداوم شخصیشان بوده یعنی در فراگیری دانش و آگاهی پیرامون وقایع جهان و روزگار حس کنجکاوگری مخصوص به خود داشته همین کنج کاوگری کاتی باعث شد که او به تاریخنگاری و ثبت وقایع بپردازد کاتیب در صفحه 1149 سراج تواریخ از مولوی محمد سرورخان اسحاقزایی به نیکی یاد میکند زیرا کاتیب تحریر اقلیدس خلاصت الحساب و شرح چغمنی را نزد او درس خواند و از دیگر کسانی که کاتیب در محضرشان درس خوانده معلوم نیست به یادآوری کاتیب از پدرش چنین برمیاد که نام پدرش سعید محمد و نام پدرکلانش خداداد بوده است در ضمن پدر کاتیب ریاست و وکالت مردم محمد ناهور را داشته است در سال 1981 میلادی جنگ خونین میان هزاره ها و پشتونهای دورانی در قرباخ غزنی در می گیرد. در این زمان کاتیب 18 سال داشته و از نزدیک این جنگ خانمانسوز را دیده بود که جریان این حادثه غمنگیز را در آخر جلد دومی توفت الحبیب نگاشته است. در اثر این جنگ و فاجعه زندگی برانداز چندین خانوار از مردم محمد خاجه زمین و قریه هایشان را گذاشته با حال آواره به سوی ناهور فرار می کنند. پدر کاتیب نیز با خانواده و متعلقانش در آن میان بود. مزارع و تمام ملکیت این فراریان از دست رفته بود و در منازلشان مهاجمان جایگزین شده بودند. بنابراین آوارشدگان برای همیش در ناهور ماندگار شدند. کاتیب در اوایل جوانی سفر به هندوستان و ایران برای فراگیری دوره مقدماتی علوم شرقی کرده است. و در آنجا بعضی از علوم را فرا گرفته و سپس به شهر کابل مراجعت کرده چنانچه که ذکر شد او پس از مدت به لاهور می رود به احتمال قوی قسمت های بیشتر از سالهای 1887 و 1888 میلادی را که قریب دو سال می شود در لاهور مشغول تحصیل و کسب علم بوده اگرچه او به درجه تحصیلاتش اشاره ندارد با این هم می توان گفت که کاتب علاوه بر اتمام حد متداول علوم شرعیه در اکمال زبان و ادبیات غرب و تاریخ و نجوم و حساب کتاب نیز ورزیده است و آشنایی با زبان های اردو و انگلیسی را ممکن در سفر لاهور کسب کرده باشد و زبان عربی را در آموزش فرا گرفته یعنی نتیجه آموزشی است که او در این رشته پرداخته است و زبان پشتون را در زندگی با همی با اقوام پشتون یاد گرفته است که محصول زیست با همی است و هم محصول توجه و علاقه خود کاتیب می باشد بعد این ترتیب قسمتی از تحصیلات کاتیب در قره قندهار لاهور به پایان آمد و قسمت دیگران در کابل فرجام رسید او در هنگام دانشجویی بیشتری از دانشهای متداول آن روزگار را فرا گرفت با وجود اینکه بعضی از وقفه ها بنا به بروز حوادث در جریان تحصیل کاتب واقع شده ممکن مانع و یا باعث به تاخیر افتادن جریان تحصیل کاتب شده باشد اگر آن را در نظر نگیریم باز هم مدت تحصیل او بیشتر از 20 سال را در بر میگیرد که زمان کمی نیست کاتب در این مدت یا در محضر استادان و در مدارس علمی و یا هم خودش با علاقه و تلاش شخصیش به مطالعه مطالعه فراگیری علوم پرداخته است. مکاتیب علاوه بر مراتب علم و دانش ذکر شده در هنر خطاطی و خوشنویسی صلاحیت استادی داشت نسخه های متعددی از قرآن را به خطی زیبای خوش نوشت و چند جلد کتاب از تعلیفات علمای گذشته را نیز به خط نستعلیق نوشته تعداد از آن کتاب تا کنون به جا مانده است بناان یکی از دلایلی که کاتیب به دربار راه مییابد و عضویت دارالانشا را حاصل می کند درایت و استعداد خاص کاتیب در نویسندگی و خوشنویسی است ملا محمد سرور اسحاق اعضای استاد کاتیب این درایت و استعداد را در کاتیب دیده بود که پیشنهاد شمول او را به عضویت دارلینشا و مجلس تعلیف ارائه کرد قبل از این شمولیت کاتی وظیفه رسمی نداشت چنان که از خلال نوشتههایش هایش برمی آید به سال 13 سه هجر قمری عضویت یک حیعت پنج نفری در امر مصالحه با ابراهیم سلطان پشهی جاغوری را داشته که از دولت آن زمان تمرد ورزیده بود و حیعت قضیه او را به اصلاح رسانید در مورد شمولش به وظیفه دفتر خاص به سال 13 ده هجر قمری و یا 18 92 دوی میلادی او خودش بیان که بنا به تعریف و پیشنهاد ملا محمد سرور ساخزایی به این معمولیت گمشته شده بود. پس از مرگ حبیب الله خان به سال 1347 هجری و یا 1928 میلادی با وظیفه کاتیب در دارالنشا و مجلس تعلیف خاتمه داده شد و به دارو تعلیف منتقل گردید به این معنا که معموریت های دیگری نیز به کاتب محول می گردید که بیشتر در این معموریت ها سلیقه های سیاسی در نظر بوده طوری که فضیلت کاتیب مورد حسادت واقع می شد وقتی که کاتیب از دارلنشا به دار تعلیف انتقال داده شد او در تهیه و تنظیم کتابهای درسی سعی لازم و ارزشمند به خرج داد افزون به ابراز نظر راجع به کتابهای درسی آثار دیگر را که از آن اداره برای چاپ آماده می شد نیز از نظر اهمیت موضوع و شکل نوشته و مسائل دستوری و ادبی بررسی میکرد. و خودش نیز به نوشتن مقالات و کتاب می پرداخت چنانچه که کتاب تاریخ متقدمین را در جریان کار در همین اداره تعلیف و چاپ کرد کاتیب در زمان امان الله چندگاهی در مکتبی حبیبیه معلم مقرر گردید که این تقرر به نوعی دور نگه داشتن کاتیب از امور و تعلیفات تحقیقی سیاسی بود اگرچه کاتیب سهم خود را در تدریس فرزندان زمان وطن ادا کرد و هیچگاه نظر تعصب برانگیز قدرتمندان را نسبت به خود در نظر نگرفت و طبق معمول هر کجایی که معمور بود با صداقت به اجرای وظیفهش می پرداخت چنان که روشن از الله خان از ملا فیض محمد کاتیب و تعلیفات بزرگ و دلخوشی نداشت چون می ترسید که او در پرتوی دانش و آگاهی که دارد. ممکن است رازهای پوشیده ای را آشکار سازد لذا ساحه را برای دانشگستری او محدود ساخت و سمت معلمی را به او واگذار و یک معلم تحت نظر چه کاری می تواند انجام دهد این نظری است که حاج کاظم یزدانی در مقاله تحت عنوان تحقیق پیرامون زندگی دانشمند و مورخ مشهوری افغانستان ملا فیض محمد کاتیب ابراز می دارد. اکثر محققین این نظر را در پژوهش هایشان تایید می کنند مقامات وقت کاتیب را بنا به مناسبت هایی که از نظر خودشان اهمیت داشت موظف به اجرای امری می کردند چنانچه مکاتب نظارت خارجه به امضای محمد ترزی که هنوز در آرشیف ملی حفظ شده به این مطلب گواهند نام مورخ پانزدهم قوس ۲ نن هجرشمسی و یا دسامبر ۱۹ ب میلادی به امضای محمد سرور یاور امان الله خان از کاطیب خواسته که به گلخانه عرک حضور یابد که از او و یک نفر معلم در باب مسئله کنیز استفسار به عمل میآید نامه مورخ 5 دلو ۲و ن هجرشمسی و یا فبروور 19 بس میلادی نظارت خارجه بیانگر این است که کاطیب با هیتی به غرض اجرای مسایل به هزارهجات رفته و باید راپور اجراعات خود را به حضور امان الله خان تقدیم کند اسناد یاد شده بیانگر این است که کاتب به گونه سابق طور ثابت در مجلس تعلیف نبوده با این وصف مقامات وقت افزون بر امور فرهنگی و تاریخ نویسی در مورد گوناگون کاتب را به ماموریت گماشته است این ابر نشان میدهد که کاتیب مسئولیت بسا امور را به خوبی انجام میداده و از طرف دیگر محبوبیت و فعالیت های اجتماعی کاتیب را نیز نمایان میسازد اگرچه این مسئولیت ها به رضای کاتیب صورت نمی گرفته ولی کاتیب با حوصله مندی و صداقت به انجام آن مبادرت میورزید با آنکه میدانست مقامات از او به نفع خاصشان استفاده می نماید ولی برای آرامی وطن و منافع عام مردم از دیگر مسائل میگذشت کاتیب هیچگاه در دوران زندگی سیاست بازی نکرده و در پی دست آوردن قدرت به فعالیت نپرداخته اما در تمام نوشته هایش وجدان یک سیاستمدار روشنفکر را تجلی بخشیده است و مقامش را به حیث یک انسان آگاه روشنفکر سیاستشناس روحانی کسرتگرا تاریخ نویس و نویسنده پیشتاز و نستو حفظ کرده است در نوشته هایش کوشیده است تا احوال ستم دیدگان را تباروز دهد این کار را برای انسان دوستی به انجام میرسان و علایق دیگر را در نظر داشت قومی و مذهبی نمی بلکه به فکر میکرد و اهل وطن را یکسان دوست داشت بنا فعالیت های فیض محمد کاتیب روشنگری در عرصه سیاست و زندگی اجتماعی بود چنانچه که میرسید سید قاسم یکی از اعضای برجسته مشروط خواهان مقاله را که بعد از رهایی از زندان انتشار داد درباره جنبش مشروط خواهان معلومات میدهد در این مقاله از کاتیب یادآوری کرده کاتیب را یکی از پیشگامان این جنبش قلمداد میکند عبدالحی حبیبی که شرح حال افراد مهم مشروط خواهان را گرد آوری کرده است پنج صفحه از کتابش را درباره ملافیز محمد کاتیب و خدمات او اختصاص داده چنین می نویسد معلیف سراج تباریخ که نویسنده فاضل و عدیب روشنفیکر فکر و از جمله مشروط خواهان اول بود و در شیرپور محبوس گردید او به سبب اینکه امیر حبیب الله او را از دوران شهزادگی می شناخت و در نگارش سراج خدمت می کرد بعد از مدتی کمی رها شد از سخنان میرسید قاسم و عبدال دهه حبیبی برمی‌آید که کاتیب بر برجسته و پیشتازی در جنبش مشروطه خواهان بوده که این جنبش در طول تاریخ سیاسی افغانستان یک جنبش مترقی و خوشنام در تاریخ کشور است و به نام جنبش مشروطیت اول است که گروهی از روحانیون آگاه و دانشمندان روشنفکر افغانی استادان لسی حبیبیه این جنبش را اساس گذاشتند و در یک سازمان سری به فعالیت پرداختند هدفشان این بود تا رژیم استبدادی را متحول کند و بدیل آن را حکومت قانون دموکراسی و آزاد در کشور قرار دهد که در رأس این جنبش روحانی آزاده که در رأس این جنبش روحانی آزاده مولوی محمد سرورخان واسیف بود هدف کلی این جنبش را می توان چنین خلاصه کرد یک کوشش در بدست آوردن حقوق ملی و تبدیل حکومت استبدادی به مشروطه دو آشتی و حسن تفاهم بین تمام اقوام و نژادهای ساکن افغانستان سه سعی در اصلاح عامه چار تعمیم معارف و مکاتیب و وسایل بیدار مردم و گسترش مطبوعات 5. تأسیس مجلس شورا از راه انتخاب آزاد 6. سعی در تحصیل استقلال کشور زیرا آن وقت کشور تحت نفوس انگلیس بود 7. تأمین مساوات و عدالت اجتماعی 8. بست دانش و معارف جدید و توسعه صنایع البته این سازمان دارای ماده های بیشتری بوده که عمدهترین مواد آن همین است که گفتیم بلاخره فعالیت این گروهی مترقی و پیشتاز افشا گردید و در نتیجه توسط امیر حیب الله شاه مطلقانان و استبداد پیشه و مرتجع وقت متلاشی شد که بعضشان اعدام شدند و برخی دیگرشان به زندان افتاد فایز محمد کاتیب نیز ره سپار زندان شد ولی به زودی رها گردید که دلیل این رهایی را حبیبی ناشی از خدمات فرهنگی کاتیب میداند یعنی آن وقت کاتیب در نگارش سرچ خدمت میکرد بنابراین خدمات فرهنگی و تاریخ نگاری کاتب با باعث شد حیب الله او را آزاد کند این کانون آزادگی که داشت در سراسر کشور گسترش می‌یافت و در نخستین دوره فعالیتش توسط امیر از هم پاشید مولا محمد روشن فکر و روحانی بیدار و آگاه از عصر و زمان که از ظلم و استبداد رنج می برد و استبداد را از هر نوعی که بود با تمام وجودش درک و احساس میکرد. هرگز نمی در قبال مردم و کشورش به بی تفاوت بماند. بنا به همین ملحوظ به حلقه مشروطه خواهان پیوست و علی رغم همه محدودیت ها و خطراتی که برای شخص او وجود داشت، به خاطر عدالت اجتماعی و آزادی سیاسی مبارزه کرد و پایداری بی‌دریغ نمود تا آنجا که به زندان رفت. و پیشتازی فعالیتهای سیاسی کاتیب که بیشتر از همه فعالیت‌هایش در خور اهمیت است باور به دموکراسی و کسرتگرایی است بنا به گفته اسماعیل مبلغ و ایده دیگری از اهل خبره کاتیب در لوی جرگه پغمان حضور داشته که در آن مجلس و اجتماع بزرگ خواستار آزادی و بر رسمیت شناختن مذاهب در افغانستان می شود در ضمن ادعا می کند که این آزادی و به رسمیت شناختن مذاهب به نفع کشور و ملت تمام می شود تاکید که مذهب تشیع باید در کنار مذهب اهل تسنن به رسمیت شناخته شود و استدلال میکند که رسمیت یافتن تشیع هیچ چیزی از عظمت مذهب اهل سنت نمیکاهد بلکه باعث سرافرازی آنان تمام خواهد شد و برای وحدت ملی و پیشرفت و ترقی کشور لازم است که شیعیان نیز هم ردیف برادران اهل سنت به حساب آیند مگر گروهی از روحانیان متعصب اهل سنت به پا خواسته در برابر این طرح عقلانی و سیاسی معقول و منطقی کاتیب شدیدا جبهه گیری حتی اینکه به کاتیب حمله ور و بل کوب او میپردازند. اما الله خان که وز را چنین وخیم میبیند ابتدا برای چند ساعت او را در پغمان در داخل اتاقی به زندان میاندازد. تا وحشت متعصبین کاهش یابد سپس کاتیب را از طرف شب به سوی دهات نهور غزنی که اقوام کاتیب آنجا بود میفرستد و سر و صدا به این طریق خاموش میگردد. این طرح کاتب نماد است از روشن نگری و روشن فکری او که بیانگر کسرت باوری او میباشد. بنابراین می توان گفت که کاتیب برای روی کار آمدن یک حکومت منتخب یک جامعه باز و یک, نظام دموکراسی فعالیت سیاسی می کند که نسبت به زمانش خیلی پیشتازانه می تواند ترقی شود. نسبت به وفات او بعضن گزارش کردند که او خودش در اثر مریضی فوت کرده است در سال 138 خورشیدی و یا 1920 میلادی فیض محمد کاتیب از طرف حیبولا کلکانی که مشهور به بچه سقاو بود به ترکیب محمد عظیم کویستانی میراقا مشتهید و خلیفه غلام خان به هزارجات فرستاده شد تا مردم هزار را به صلح و سازش فراخوانند میرفتح خان مدافع اونه این هیئت را محبوسا از کوتل اونه نزد سردار محمد امین خان فرستاد مردم دعوت هیئت را رد کرد و این هیئت را از راه وردک به کابل رجعت دادند هیئتی که در رأس آن کاتب بود به عدم موفقیت روبرو شد و بدون اخذ نتیجه بعد به کابل برگشتند بنابراین جاسوسان مخفی حبیب کلکانی کاتیب را متهم کردند به اینکه کاتیب در خفا سران هزار را به پایداری و مقاومت به ضد حکومتی بچه سقو یا همان حبیب کلکانی تشویق کرده است از این جهت کاتیب و همراهانش را در کابل دستگیر کرده آنها را مورد ضرب و شکنجه فراوان قرار داد کاتیب در اثر همین شکنجه و ضربات جسمی آسیب شدید دید و دیگر سلامتیش باز نگشت برای تداوی رهسپار کشور همسایه یعنی ایران شد پس از مدتی به وطن برگشت اما ضربات وحشیانه چنان پیکر پیر کاتیب را در هم کوفته بود پیکرش بعد از این شکنجه توانه قامت بر را پیدا نکرد زیرا کاتیب در هنگام هفت ساله بود اگر از نظر اسلامی و اخلاقی و کهنسالی نباید کاتیب مورد ضرب و شکنجه قرار می متاسفانه حکومت وقت بدون در نظرگیری ارزش های اخلاقی و اسلامی کاتیب را شکنجه کردند و خدمات فرهنگی نویسندگی و تاریخنگاری نگاری را نیز در نظر نگرفتن. کاتیب در اثر این شکنجه بالاخره در 16 جدی سال 13 نوی خورشیدی و یا 6 جنوری 1931 میلادی به سن 7 سالگی در حالی که 50 سال آن را در خدمت فرهنگ و ادب به سر برده بود وفات کرد و در بالاجوی چنداول به خاک سپرده شد در باره شکنجه شدن کاتیب میرغلا محمد غبار و عبدالله حبیبی چنین میگویند غبار در کتاب افغانستان در مسیر تاریخ در صفحه 830 می نویسد حکومت به چی سقه و به هزارت جاد فرستاد که مرکب بود از ملا فیض محمد مورخ محمد عظیم کوهستانی میراقا مشتهید و خلیفه غلام اسن خان مدافع اونای میرفته خان اینها را محبوسن از کتل اونه به نزد محمد امین خان برادر امان الله فرستاد و مردم دعوت حیعت مذکور را رد نمود خودشان را از راهی وردک به کابل رجعت دادن در نتیجه همین رفت آمد حیات بود که بچه زقاو به مولا نویسنده سراج مشتبه گردید و او را چوبی بسیار زد و این مریض شد برای معالجه به ایران رفت و از ایران برگشت از دنیا رفت عبدالله حبی در کتاب جنبش مشروطیت در صفحه 46 درباره شکنجه شدن و شهادت کاتیب می نویسد بچه به مولا خشمگین شد امر لتوکوب او را داد ملا از این ضرب موهیش مریض گشت و از همین رنج جان سپرد در حالی که در حدود 5000 صفحه چاپی و ناچاپ را در تاریخ مملکت نوشته و در جنبش مشروطیت و پیشه نویسندگی زحمتها دیده و بلاتوکوب وحشیانه در سال 138 شمسی جان به جان آفرین به هر صورت وفات کاتی در روز چهارشنبه 16 ماه رمضان مبارک سنه 13 چلنوی هجری قمری در کابل اتفاق افتاد جناب آقای محمد علی پیام در مجله حبل الله درباره کاتی می نویسد ملا در منطقه چندابول کاپول در کوچی معروف به سپاه منصور در یک خانه کوچیک و محقر زندگی می که از در و دیوارش فضل و معنویت پدیدار بود حتی خوب به خاطر دارم که بچه های خرسال چندابل نیز خانه فیض محمد کاتیب را احترام می نبودن. زیرا از این خانه کوچیک خدمات بزرگ و زی قیمتی برای فرهنگ و معرفی افغانستان انجام یافته بود که نسلهای آینده افغانستان را مرهون خود ساخته بود. آثار علمی و تاریخی افغانستان به مصداق مقوله که گنج در ویران است از زیر سقف همین کلبه محقر به دسترس دانش قرار گرفته است که امروز بزرگی و فضیلت این گوهر ناشناخته را به اثبات میرساند کاتیب تا روزی که دار فانی را ودا کرد در همین خانه شرافتمندانه زندگی کرد جنازه مرحوم کاتیب را نیز از همین خانه تشییع نمودند و در حدیره که با فاصله نزدیک به خانهش قرار دارد یعنی بالای جوی چندول محترمانه به خاک سپردند